با توجه به دیده ها شنیده ها از این اعتراضات، شما فکر میکنید که مطالبه مردم چه است؟ به نام ایران من درود میفرستم خدمت شما و همکارانتون و تمام ملت ایران. من بهتره که سوال شما رو اینطوری جواب بدم که ملت ایران هیچ مطالبه ای ندارن. ملت ایران بدهکار حکومت جمهوری اسلامی هستن انگاری. ما ملت ایران بدهکاریم به جمهوری اسلامی. زمانی که ملت برای کوچکترین نیازهاشون که نان و کار و آزادی باشه میرن توی خیابون و با گلوله و سرب داغ جوابشون رو میدن، باتون توی سرشون میزنن، چه مطالبه ای میتونن داشته باشن؟ مردم گرسنه‌ن، توی خیابون میرن اعتراض میکنن، ولی جوابشون چی هستش؟ جوابشون باتون هستش، جوابشون مشتلیت هستش. اینا جواب سلام و گلوله میدن، چه مطالبه ای میتونن داشته باشن؟ ماها 43 ساله که بدهکار این حکومت شدیم انگاری. اینا جوون ما رو توی آبان 98 کشتن، پویا بختیاری کشته شد، ولی امروز یه چیزم بدهکاریم به حکومت. برادرم منوچهر بختیاری الان بیشتر از 20 ماهه که در زندان هستش. 15 روزه که الان توی اعتصاب قضا هستش. اعتصاب قضاش به خاطر ملت ایران هستش. به خاطر کوچکی سفره ملت ایران. به خاطر گرسنگی ملت ایران. که به خودش گرسنگی میده. توی زندان اعتصاب کرده که همدرد باشه با ملت ایران. چرا؟ چون ملت ایران امروز گرسنه‌ن. به خاطر گرسنگی ریختن توی خیابون. ولی جوابشون چی هستش؟ جوابشون گلوله هستش. جوابشون باتوم هستش. آقای بختیاری، در مورد برخورد حاکمیت با خانواده های کشته شدگان یا بازداشت شدگان چه فکر میکنید؟ خانواده بختیاری کم اذیت نشد از این حکومت؟ در همین چند روز گذشته خبرهایی داشتیم که افرادی در این اعتراضات به دست حکومت کشته شدند، یا همکارم میگفت شخصی که در جونقان در واقع جان داده بود و در مراسم در واقع گرامی داشت، اون هم رفتار حکومت. این رفتار حکومت رو چطور میبینید شما؟ ببینید، من از اتفاقاتی که برای خودمون افتاده براتون مثال بزنم. ببین، اول اینکه در مورد بازداشت شدگان که خب میبرن اونجا و به شدت کودکشون میزنن. کسایی که رسانه‌ای بشن خب اینا اون برخورد فیزیکی رو نمیکنن باهاشون، ولی کسایی که رسانه‌ای نشن خب مطمئنن اونجا شایدن مورد ضرب و شتم قرار میگیرن توسط امنیت. ولی در مورد کشته شدگان، اول رژیم اسلامی به کل منکر میشه، میگه که ما نکشتیم و اینا کشته سازی شده، اینا یه سری از نمیدونم سربازای دوره دیده از خارج میان، از سازمان مجاهدین میان اینجا جوانای ایران رو میکشن، بچه های ملت رو میکشن و گردن نظام میخوان بندازن. اول به کل منکر میشن، بعد که خانواده اگه بخواد پیگیری بکنه میخوان اینا رو شهید بنامن و نمیدونم دیهشون رو میگن بدیم که خانواده ها رو ساکت بکنن. اتفاقایی که برای خود ما افتاد، که زمانی که ما برای بار اول 40 پویا دستگیر شدیم، از سران اطلاعات سپاه گفتن که شما فقط اعلام کنید که پویا بختیاری در خط رهبری بوده تا ما از هر آنجا که بخواهیم شما رو بی‌نیاز بکنیم، ولی ما قبول نکردیم و تا به امروز ادامه دادیم. کلن اذیت میکنن دیگه، اگه بخوان جلوی نظام بایستن اذیت میکنن، مثل ما که جلوی نظام ایستادیم، خون پویا رو به چیزی نفروختیم و میبینید که چه اتفاقاتی واسمون افتاده. برادرم امروز 2 ساله که در زندان، خودم ماها در سلول های وزارت اطلاعات بازداشت بودم، همین الان زیر حکم زندان هستم. شیاری تشکر میکنم. مرتاد بختیاری، عموی پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 از تهران همراه ما. متشکرم.